بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم. بیا هم تاسو سره غلاست وایم د سولې یوې بلې خبرونې ته. پلازمینه کابل به تر راتلونکو دوه ورځو پورې د سولې په اړوندو مسایلو د مشورتې جرګې شاهد وي، چې په دې کې به ولسمشر غني د 400 طالب زندانیانو په اړوند له ولس څخه او د ولس له استازو څخه مشورې اخلي، چې آیا دغه طالبان چې اوس مهال حکومت نی خوشي کوي او طالبانو پرې ټینګار کړی چې باید دوی هم آزاد کړی شي. آیا د ولس نظریه څومره مهمه ده دلته؟ باوجود د دې چې ولسمشر غني د دغه جرګې رابللو ته تابعیا کړې ده، خو یو شمېر سیاسي حزبونه او سیاسي څېرې په دغه کار باندې د حکومت نیوکه کوي او وایي که چیرته منفي رایه په دغه جرګې کې ترلاسه شي نو دا به د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. خو واقعیت د خبرې څه کیدلی شي او دغه جرګه څنګه ارزیابي کیدلی شي؟ غواړم په دې اړوند سره رپورټ شریکم. تر رپورټ وروسته درانه میلمانه راسره په بحث کې دي، ملتیا مو غواړم. ولسمشر د 400 طالب بندیانو په تړاو پریکړه کې له سخت حالت سره مخامخ شوی و چې د مشورتې لویې جرګې جوړولو پریکړه یې وکړه. دا جرګه دوه ورځو کې کابل کې جوړېدونکې ده. د دې مشورتې جرګې د دارالانشا چارې د سولې په چارو کې د دولت وزارت په غاړه لري او نور موارد د پخلاینې عالي شورا مخ ته وړي. اولی که تمام فعالیت های که مربوط به پروسه صلح است زیر چتر دولت صورت میگیره. ما امروز نهادهای متعدد نداریم. وزارت امور صلح هم زیر شورای عالی مصالحه ملی صلح کار میکنه. د عام روغتیا وزارت وایي د جرګې 6000 ګډونوال د کرونا وبا په خاطر پی سی آر ټست ورکوي. تمام نماینده های مردم تست پی سی آر اجرا میشه، نه تنها به نماینده های مردم که به پرسنلی که در تالار کار میکنن هم تست پی سی آر اجرا میشه که در مجموع حدود 6000 نفر خواهد بود. د ولسي جرګې د مالی چارو او بودیجې کمیسون وایي حکومت د دې جرګې لپاره 15 میلیونه ډالر په پام کې نیولي او نشي کولی د حق العب په هکله پریکړه وکړي. حق العب کسه هیڅ نه وه، تسلط خود شورا یا جرګه یا دیگه کس ندارن، چون هو حق العب دسته باید همون نفر طرف جانب مقابل است باید او برات بده. بلخوا حقوقي کارپوهان وایي حکومت نشي کولی د حق العب په تړاو مشورتي لویه جرګه راوغواړي. تدویر لوی جرگه مشورتی غرض تعیین سرنوشت 400 زندانی از دیدگاه حقوقی در قوانین نافذ افغانستان جا نداره. کابل کې د مشورتی لوی جرگه دو ورځو کې جوړیږي او پکې بعد 300 جنجالی بندیانو په تړاو پریکړه وشي. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې مو په رپورټ کې ولیدل، پلازمینه کابل دا جمعې په ورځ دا مشورتي جرګې دا ترسره کېدو شاهده به وي، چې په دې کې به بیا هم د هیواد له ګوټ ګوټ څخه هغه استازي ګډون کوي چې په تېرې مشورتي جرګې کې چې د سولې په اړوند راغوښتل شوې وه دغه استازي به حضور پیدا کوي. خو دغه بهیر له نیوکو سره هم مخ شوی دی. غوره لار څه کیدلی شي؟ آیا جرګه مهمه ده یا دا چې نه په بدیلو لارو باید فکر وشي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم. له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی زمانګل دهاتي د سولې او پراختیا سازمان رئیس له آلمان څخه، ښاغلی عزیز رفیعي د مدني ټولنو د مجتمع رئیس پلازمینې کابل څخه، او ښاغلی محمد علي اخلاقي د ولسي جرګې غړی له پلازمینې کابل څخه. درنو میلمنو سلام او وخت مو په خیر، ستړي مشئ. مننه. کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. ښاغلی د هادي که پوښتنه له تاسې څخه مطرح کړم، د جوړېدونکې لویې جرګې په تړاو مو نظر څه کیدلی شي، مثبت یا منفي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام پر تاسو رفیعي صاحب او اخلاقي صاحب، ستاسو پر تخنیکي همکارانو او لیدونکو ډېره زیاته مننه. بله، لویه جرګه خو په افغانستان کې اوږد تاریخ لري، خو په دغه اخیرو وختونو کې چې د افغانستان حقوقي نظام ته لاره پیدا کړې نو له یو اهمیت نه برخورداره ده. زما باور ده دی چې دغه عنعنوي لویه جرګه چې یو ځل پخوا هم دلته د جمهور رئیس او دولت خورا وغوښتل شوه، چې هغه وخت دا لویه جرګه یو عکسالعملي لویه جرګه وه او داسې په شرایطو کې وه چې دلته سیاسیون او ډېرې ډلې د جمهور رئیس په غیاب کې ولاړې، په مسکو کې ناستې وکړې، په پاکستان کې ناستې وکړې. بالاخره جمهور رئیس د خپل انزوا د لرې کولو لپاره د عکسالعملي لویه جرګه راوغوښته، او بیا په وروسته کې تر نن پورې
داسې ارزول کېدله چې هر وخت به جمهوری ریاست له پښتنو سره مخ شو چې تاسو ګویا ځانګړې کړنې او طرحې لرئ، دوی به آدرس دغه لویه جرګه ورکوله چې لویه جرګې موږ ته دغه نقشه د لارې راکړې د سولې په هکله وظایف یې تعین کړي او موږ د هغو پر بنا باندې کړنې کوو. اوس به راشو مشخص دغه مسئلې ته چې هغه هوکړه چې د طالبانو او د امریکانو ترمنځ وشوه او په هغې کې د امریکې لوري تعهد دا و چې 15,000 بندیان د طالبانو او زر د افغانستان باید خلاص شي. دا مسئله تر دې ځایه راورسېده چې د افغانستان دولت 4,600 تر هغو زیات بندیان خلاص کړل او 400 یې وویل چې دا حق العبدي دوسیه لري او د دې د خلاصون صلاحیت زه نه لرم. په دې خاطر باندې دغه د مذاکراتو چې دواړه لوري باید کینی د دغو د لارې پسند خنډ شول د 400 زندانیانو بندیان. البته د دې دپاره مختلف وړاندیزونه وو او شخصا موږ د سولې پراختیا سازمان دوه اونۍ تر مخه وړاندیز وکړي چې که دا بندیان دومره مهم وي دواړو لورو ته چې بالاخره په نه خلاصون یې دا طرف ګذشت نه کوي او دا نه خلاصیږي او دا بالاخره 4 میاشتې وشوې چې د دې په سر جګړه روانه ده، مذاکرات شروع نه شول او په دغې لړ کې تقریبا که ټول حساب کړو د دولت او ملکي او د طالب 30,000 تنو زخمیان شول او ژوند یې د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې یو درېمګړي آدرس ته دا انتقال شي او دا یو ډېر تازه مثال یې هم کله چې د روسانو په وخت کې د مجاهدینو یو تعداد روسان ګروګان ونیول او بیا هغوی روسانو هم دیپلوماتیکې هلې ځلې او هم نظامي هلې ځلې شروع کړي چې د خلاص کې پاکستان ته طالبانو نه شوه انتقالولی، ځکه چې هلته پاکستان دولت مجبور و چې بیا د یو لارې نه هلته تعهد لري او دا ورکړي ملګرو ملتو او صلیبي سرخ ته او دننه یې ساتلی نه شوی. هر ځای ته به چې انتقال کړل بیا به هلته هغه کومندو پسې کوزول بمباردول بي. بالاخره په دې نتیجه ورسېدل چې صلیبي سرخ ته یې ورکړل، هغوی انتقال کړل دا بندیان سویس ته او په سویس کې تر وخته پورې دا نظربند و د یو لوري سره نو څو چې مسالې حل پیدا شو. مننه. مننه کوم ښاغلی دهاتي راګرځم. بیا هم تاسو ته غواړم چې د جرګې په تړاو د ترسره کېدو او نه ترسره کېدو د نورو میلمنو نظر هم له ځانه سره ولرم. ښاغلی اخلاقي که تاسو سره وګرځم، دغه جرګه تر راتلونکو دوه ورځو پورې په پلازمینې کابل کې ترسره کېږي. موافق او مخالف لیدلوري دلته موجود دي. ستاسې په آند اوس مهال دغه جرګه څومره مهمه بللی شو چې باید ترسره شي او یا د نه ترسره کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، خدمت مهمانان محترم شریک در بحث و بینندگان محترم برنامه‌تون. در رابطه با تدبیر لوی جرگه قرار است تا دو سه روز دیگه دایر شود، از دو سه تا زاویه ما میتونیم که بحث مطرح بکنیم. چون اجندای مشخص لوی جرگه بحث آزادی بیش از 400 نفر زندانی طالب است که اینا حق العبدی بالایش ثابت است و اینا دستشان به خون انسانهای بیگناه آلوده است و اینا ناقضین حقوق بشر است. اولین سوالی که مطرح است این است که آیا بخشیدن کسانی که حق العبدی و گردن از اونا هست از صلاحیت رئیس جمهور یا صلاحیت پارلمان یا صلاحیت کسانی که به عنوان نماینده مردم در لوی جرگه اشتراک میکنه، آیا چنین صلاحیت را داره یا چنین صلاحیت را نداره؟ من فکر میکنم که به تعبیری که در ادبیات عربی وجود داره اینجا اصلا موضوع منتفی است. یعنی کسانی که اینا مرتکب جرایم جنگی شدن، کسانی که ناقضین حقوق بشر هستند، جرگه و امثال جرگه صلاحیت بخشیدن از اینا نداره. من فکر میکنم با توجه به فشارهایی که بالای رئیس جمهور آمده مبنی بر از اینکه باید اینا رها شود تا گفتگوهای بین افغانی آغاز شود که اون هم البته مشخص نیست، تجربه‌ای که
در دو ماه سه ماه طالبان برخورد طالبان دیده شده است. بعید به نظر می رسد که حتی چهار پنج نفر زندانی طالب اگر هاشا باز ما به یک صلح و ثبات دائمی برسیم. به هر صورت این یک نکته است. نکته دوم این است که آیا در چنین شرایطی با توجه به مشکلات اقتصادی که افغانستان داره، با توجه به وضعیت قرنطینی که در طول این چند ماه در افغانستان وجود داشت و دروازه مکاتب و دانشگاه ها بسته بود و قطعا اگر لویه جرگه دایر شد و یک هفته دیگه هم در کابل حداقل دروازه مکاتب و دانشگاه ها بسته خواهد ماند، آیا چنین چیزی ضرورت دارد یا چنین چیزی ضرورت ندارد؟ این موضوع دوم هست. و موضوع سوم هم بعضیایی که میای مطرح میکنه که رئیس جمهور چنین حق را ندارد، ما فکر میکنیم که با توجه به ماده 65 قانون اساسی رئیس جمهور میتونه به مردم، به نمایندای مردم جهت مشوره مراجعه بکنه، ولی طبیعی است که با توجه به قانون اساسی فیصله چنین جرگه های اینا ضمانت اجرایی نداره و اینا نمیتونه که الزامیت داشته باشه. این دو سه نکته هست که در رابطه با بحث تدویر لویه جرگه دایر است. من بسیار کوتاه نظر خود بله میرا بنی در رابطه با موضوع سوم، برداشتی که ما دارم این است که رئیس جمهور این حق را داره و رئیس جمهور میتونه که در مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و مسائل دیگه به مردم مراجعه بکنه. از این جهت ما از نظر از منظر قانونی و از منظر حقوقی نمیتونیم رئیس جمهور تحت سوال قرار من نه کنم. بیا هم نکردم خبر اخلاقی. در مورد دوم هم کوتاه اشاره کنم که با توجه به اوضاعی که افغانستان داره، چنین جرگه‌ای برگزاری چنین جرگه‌ای فکر نمیکنیم که به مصلحت مردم باشد و به مصلحت کشور باشد. و در رابطه با نکته اول هم باز تکرار میکنیم که چنین صلاحیت را اعضای لویه جرگه هم نخواهد داشت که بیایند برای جمهور بگه که آره شما 400 نفر یا 500 نفر زندانی که اینا دستش به خون افرادی بیگناه آلوده است، شما میتونید اینا رها بکنید. من نه کوم. بیا هم تاسو را گرزم خاغلی رفیقی که تاسو را و گرزم دا چی تاسو هم د مدنی ټولنو د مشنمی رئیس پات شوی استی، د مدنی ټولنو له ادرس څخه د دغه جرګې جوړیدلو لپاره څه ډول یو ذهنیت موجود دی، مثبت منفی؟ عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت جناب آقای وحدت و همچنان جناب آقای اخلاقی و بیننده‌های محترم شما. من نکم نظر ما بحث جرگه مشورتی در قانون اساسی افغانستان تسجیل نشده و به نظر ما کدام مشروعیت بسیار خوب را نمیتونه در پروسه و یا در فرایند بده. بهتر است که رئیس جمهور مشوره را از طریق پارلمان افغانستان انجام بده و از صلاحیت های خودش در تفکیک این مشوره ها یا در تحلیل تصحیح مشوره ها استفاده بکنه. بحث سوله یک بحث بسیار دشوار بر افغانستان است و ما متاسفانه در یک چهارراهی بسیار وحشتناک قرار گرفتیم که از یک طرف بزرگترین ارزش هایی را که ما داریم متاسفانه با اونا بازی میشه و از طرف دیگه هم جان مردم افغانستان در خطر است و هر روز از ما وضع نابسامان امنیتی قربانی میگیرم. به اون لحاظ من فکر میکنم که مشوره با مردم خوب است، اما مشروع‌ترین مشوره با مردم میتونه از طریق تفاهم پارلمان افغانستان که نماینده هایش بیشتر مشروعیت داره و بیشتر با رای مردم آمدن صورت بگیره. در مورد موضوع 5000 نفر زندانی، من فکر میکنم که دولت افغانستان 5000 را بیشتر رها کرده تا به حال، چون تعداد را که دولت نشر میکنه او از 5000 بالا میشه، هرچند طالبا ادعا دارن که 400 و چند نفر ما رها نشدن. و این هم یک بحث بسیار سوال برانگیز است که آیا واقعا این ادعا درست است یا نه و آیا دولت بیشتر از 5000 رها کرده تا به حال، چون اطلاعات تایید ناشده میرسانه که دولت تا به حال 5100 نفر رها کرده. من فکر میکنم اگر قرار بود مشوره باید صورت میگرفت در مورد آقای حقانی، انس حقانی صورت میگرفت که آیا انس حقانی به عنوان یک مهره اصلی و یک موری قابل بحث و یک موری بسیار جدی رها شود یا نشود، چون میتونست یک تضمین برای کاهش آتش بس باشه. متاسفانه آنچه که اتفاق افتاده است که با وجود حسن نیت مردم افغانستان و حکومت افغانستان، طالبا به صورت بسیار منظم کاهش نه بلکه خشونت بالا بردن، یعنی خشونت کاهش ندادن بلکه در بالا بردن خشونت خیلی اقدامات جدی و مصرانه انجام دادن.
حوادث اخیر در حد اقل در چند ولایت به خصوص ننگرهار و هلمند و کابل و همچنان لوگر نشان میده که هیچ نوع نیتی به خاطر آمدن به صلح آوردن به صلح و قبول آتش بس در درون طالبان تا به حال شکل نگرفته. حداقل در روزهای آتش بس ما شاهد کشتار فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر و مدافعین حقوق بشر بودیم، ما شاهد اسیر گرفتن افراد ملکی بودیم، حتی مامورین بانک ها اسیر گرفته شدند و متاسفانه پس از چند روز اسارت دوباره رها شدند یا خوشبختانه رها شدند که متاسفانه آثار روانی از این بالای مردم خیلی شکنجه‌بار است و نشان می‌دهد که خشونت طالبان افزایش داد. آنچه گزارش شده که وزارت داخلی افغانستان نشر کرد که در طول یک هفته گذشته یا در روز در طول تقریبا آتش بسی که اعلان شده بود 20 نفر ملکی از افراد ملکی شهید و بیشتر از 50 نفر در این حوادثی که در سر تا سر کشور اتفاق افتیده زخمی شدن، متاسفانه نشان میده که خشونت به هیچ وجه کاهش نرفته بلکه بالا رفته. با اون از من فکر میکنم که اگر اراده برای آمدن سال نباشه، نه تنها لویه جرگه مشورتی که خواسته شده نمیتونه رای حل درست پیشنهاد بکنه که حتی پارلمان افغانستان و تصمیم میره که رئیس جمهور در آخرین لحظه میگیره که اون تصمیم پیش معلوم است که میتونه برای رهایی از اینا بیشتر متمایل باشه تا نگه داشتنشان، متاسفانه با وضعیت کنونی ناسازگار خواهد. مانه نکم را ګرځم خغله یادې هاتی اوس محل کې چیرته حکومت دغه جرګه تر سره کوي او دلته موافق او مخالف لیدلوري هم موجود وي، ولس څخه چې دوی مشوره غواړي دغه سلور سو طالب زندانیان خوشی کړي یا نه، حکومت په دې هم تورنیږي چې دغه سلور زره او شپږ سوه نور زندانیان چې خوشی شوي دي آیا د دو صلاحیت دوی ته چا ورکړل؟ آیا له ولس څخه مشوره واخیستلی شوې یا نه؟ ښاغلي رفیعي د انس حقاني د خوشې کېدو اشاره هم درلودله، څه فکر کوي چې ولس مشر ولې د دغو څلور سوه طالب زندانیانو لپاره جرګه رابولي؟ ګورئ، دولت په ډېرو برخو کې ضد نقیض اظهارات کړي او موضعګري یې کړي. په اوله کې دوی وویل چې دا تعهد د امریکانو سره دی، د افغانستان دولت متحد نه دی چې دا خلاص کړي، ولې وروسته یې بیا د دوی خلاصین تر څلور زره او شپږ سوه پورې ورسوي. بله خبره چې د سوال وړ ده هغه دا ده چې طالب ادعا کوي سره د خلیلزاد چې موږ مخکې دوم دور مذاکراتو نه وروسته موږ دغه لیست دوی ته سپارلی و او د افغانستان دولت په دې کې مخالفت نه و کړی چې موږ څلور زره خلاصوو زر نه خلاصوو یا څلور زره شپږ سوه خلاصوو څلور سوه نه خلاصوو. دا بله هغه خبره ده چې د افغانستان دولت ته راګرځي چې تاسو ولې په هغې وخت کې د دې خبرې په هکله خپل مشکلات خپل دریض خپل قانوني ممانعتونه ولې له ولس سره نه وو شریک کړي. دومه خبره دا ده چې دا اوس دغه څه چې دوی وایي چې موږ لویه جرګه راغواړو مشوره اخلو دا خبره د بندیانو په حکله دا ډیره د خندا وړ خبره ده، دا ځکه د خندا وړ خبره ده چې کچیرې حق العبد وي دا پرته له هغو چانه چې کورنۍ متضرره شوې ورور پلار مور خور یې د لاسه ورکړي پرته له هغې نه نه رئیس جمهور صلاحیت لري نه لویه جرګه صلاحیت لري نه پارلمان که رښتیا حق العبد وي. ولې دا خبره تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دا څلور سوه کسان څوک دي. یوره مساله خبره شوه چې خارجیان که در اختیار بهرنیان وي خو هیڅوک صلاحیت نه لري چې دا وبخي او خلاص وي، او که نه وي درانه جرمونه ولري نو دا جرمونه هم باید پرتله شي په دې معنا چې آیا دغه درانه جرمونه ارزي په دې چې شل زره مو د لاسه ورکړي او یو دیر څلوېښت زره نور بیا د لاسه ورکړو. او بله خبره په دې کې دا ده چې دغه دواړه لوري مثلا د دولت ویندوی پرون ادعا وکړه چې د زرو نفرو نه د موږ دوه سوه شپېته د امنیتي قواوو خلک دي چې موږ ته راخلاص شوي نور یا ملکیان دي یا ده دي. یعنی معنا دا ده چې دواړو لورو ته دواړه لوري تر اوسه پورې هغه لازم معلومات هغه لازم او ضروري خبرې چې د هغو دپاره بیا ملت را وغوښتل شي مشورې واخیستل شي په منځ کې څوک راشه او درکه ورکړي
تر اوسه پورې دوی نه ده کړې. بله خو ښاغلی داتی، دلته ښاغلی اخلاقي اشاره درلوده چې ولسمشر هم تر فشار لاندې دی. آیا دغه فشار رښتیا هم څومره موږ او تاسې محسوس بللی چې ولسمشر به د فشار لاندې وي او اوس به د دغې جرګې لپاره تابعیان نیسي تر څو ولس هم دوی سره په یوې لارې باندې لاړ شي او بالاخره دغه کسان دې خوشې کړي؟ اساسي خبره دا ده، اساسي خبره دا ده چې دوه لوري دوه لیدلوري لري او دوه وظایف د ځان دپاره تعریف کړي او د دو دپاره دوی ملي او بینلي پشتوانه لري. واقعیت خبره دا دی چې طالبان وایي موږ یو لوری یو دولت وو او د امریکایانو په زور نابود کړو، اوس له دوی څخه بیرته موږ خپل هغه د حقوق اعاده غواړو. یعنی دوی باید راوګرځي یا په مطلقه توګه او یا د دولت د یوې لویې برخې په توګه باید دوی راوګرځي او هغه ارزښونه چې دوی تعریف کړي هغه باید دلته دوی حاکم کړي په قانون اساسي کې او په ډېرو مسایلو کې. یو لیدلوری دا دی چې په دې کې طالبان تر اوسه برلاسي دي، متحدین لري او لاسته راوړنې په دې برخه کې لري. دا لوری د جګړې وایي چې نه، زه یو قانوني دولت یم، انتخاب شوی یم او په 1913 کلو کې دلته ارزښونه دي او دغو نه په دفاع زه مکلف یم. چې په دې برخه کې دا لوری متاسفانه د هغو نکړنو په نتیجه کې چې په تېره کې باید په 1900 کلو کې سره کړی وای، دا باعث دې شول چې دوی خپل متحدین نړیوال د ځانه سره ونه ساتي او دلته خپل منځ کې مصروف شي، فساد رواج پیدا کړي، قانون مات شي او خلک به ته خدمات ارائه نشي او بالاخره دا ټول دی وزای تراغون شي چې اوس دی په یو تنگناک قرار لري او غیر له یو دوه هیوادونو نه زموږ په ګاونډیتوب کې دی تر اوسه پورې نور په سیمه او نړۍ کې متحدین د لاسه ورکړي. دې په خاطر باندې ده چې دواړه لوري یو دفل وخت کوي. دا لوری وایي چې که په امریکا کې انتخابات وشول نو تغییرات به راشي او په دې تغییراتو کې به موږ ته یو څه سهولت په لاس راشي یا به دې ځانونه جوړ کړو. طالب وایي چې نه، امریکایان متحد دي د قرارداد سره او دوی پر صورت باندې وزي او که ووتل زه په زور راګرځم. د دې په خاطر باندې ده چې هغه اصلي خبره چې د ولس سره باید شریکه شي، ستونزې او مشکلات چې دي هغه تر اوسه پورې دواړه لوري د خپلو اهدافو دپاره د ولس د سرنوشت نه لرې اصلا پټ ساتلي دي، اوسه یې نه دي ښکاره کړي. او خبره دا ده چې دغه جرګه چې راغوښتل شوې د ما باور دادی چې دا تنها د بندیانو مسله نه ده، دا به وروسته ښکاره شي چې په دې کې به اشرف غني د هغو مذاکراتو مسله هم صلاحیت هم واخلي چې یو پشتوانه چې ورته چې دوی سبا ته مذاکراتو ته کېدي. مننه کوم. بیا هم راګرځم ښاغلی اخلاقي، اوس مهال که چېرته جرګه رابلل کېږي نو د جرګې نصاب هم په قانون کې مشخص دی او دغه راز جرګه چې په قانون کې هم ځای نه لري لکه څنګه چې ښاغلی رفیع یادونه وکړله، دا ملي شورا غړي، دا ولایتي شورا غړي باید په دې کې حضور ولري. آیا ملي شورا دلته څومره موافقه ده چې دغه جرګه دې راوبللی شي او د ملي شورا غړي دې هم په کې حضور ولري؟ ځکه چې د وړي رخصتۍ هم غوښتنه ولسمشر وکړه چې د ملي شورا غړي باید ونه کړي او خپل کار ته راستانه شي، د جرګې په اړوان کار ترسره کړي. ببینید، جرګه که قرار است در هفته آینده برگزار شود، جرگه ای که مشروعیت قانونی داشته باشه، جرگه ای که در قانون اساسی تعریف شده چنین جرگه ای نیست. جرگه ای که در قانون اساسی آمده او اعضایش مشخص و تعریف شده است که اعضای شورای ملی است، رؤسای شوراهای ولایتی است و رؤسای شوراهای ولسوالی، در حالی که ما شوراهای ولسوالی را اصلا نداریم. بنابراین این جرگه یک جرگه مشورتی هست که پیشتر هم ما یادآور شدیم الزامیت قانونی نداره. فیصله ایش که انجام میشه، چیزی که در اینجا تصویب میشه به عنوان یک مشوره برای رئیس جمهور است، نه اینکه کدام چی پشتوانه قانونی و پشتوانه حقوقی داشته باشه. این یک مراجعه به نماینده مردم و قامو مویسفیدایی که از طرف مردم انتخاب میشه، یک مراجعه است و یک مشوره خواهی است که جناب رئیس جمهور قراره که در این جرگه مشوره نماینده مردم بگیره و هیچ ضمانت اجرایی نداره و این غیر از او جرگه است که در قانون اساسی
اگر اشتباه نکنم در ماده 113 است چند از تعریف شده ایو جرگه نیست. ما اما طور که اشاره هم شد متاسفانه بحث صلح و پروسه صلح در افغانستان بیشتر تحت فشار آمریکا و معطوف به منافع نظام حاکم در آمریکا هست. احتمال از اینکه چند ماه دیگه که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده وضعیت به این رقم ادامه پیدا بکنه، وقتی در انتخابات رئیس جمهور فعلی آمریکا استفاده خود از این وضعیت داشتن، دوباره افغانستان به حال خودش رها شود. با باور ما چون رئیس جمهورم به این اطمینان ندارد که اگر ما بخوایم 400 نفر بیشتر از طالبارم رها بکنیم که مطور که اشاره کردم دوست ما که معلوم نیست که داخلی است یا خارجی هست، آیا فردا ما به صلح و ثبات دائمی خواد برسیم یا نخواد رسیم؟ به همین خاطر رئیس جمهور میخواهد که این بار مسئولیت را از شانه های خود و از دوش خود بیرون بیاندازه و اگر جرگه همچنین مشوره ای دادم فردا کسی برای جمهور نگه که شما ناقضین حقوق بشر را، کسایی که اینا حق العبدی بالایش بود، اینا رها کرده در حالی که نه از صلح و نه از امنیت و نه از ثبات خبری است. بله خواهر اخلاقی پا بخن سره پختن اندل دا مطرح کیگی که چیر تا دا جرگه اجرایی صلاحیت نلری یا قابل اجرا نوی یا مشوری پا توگا مطرح وی، که چیر تا دا خاقل اسماعیل خان پا وینا جرگی که منفی زواب دوی تا ورک رلیشی، آیا دا سول بحیر با چم راغی زمن کریستاس پا نظر، آیا و بزندیگی ادا چی نه بیا با وروس تا تردی پر با دیلو لالو فکر کیگی؟ خب متاسفانه وضعیتی که در افغانستان جریان داره یک وضعیت بسیار مبهم است که آیندهش معلوم نیست. اگر طالبا به صلح باور می داشتن، اگر اینا به دنبال امنیت و صلح و ثبات دائمی در افغانستان می بودن، قطعا بعد از توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبا صورت گرفت باید وضعیت بهتر می شد. اما پیشتر جناب رفیعی صاحب اشاره کردن در طول این چند مدت بعد از امضای توافقنامه نه تنها وضعیت بهتر نشده است، بلکه طالبا خشونت را روز به روز افزایش داده و این نشان دهنده از این است که صلح در یک حاله از ابهام قرار داره و طالبا از فرصت فقط استفاده میکنه، امتیازات خود میگیره. ما به این باور هستم که اگر اطمینان وجود می داشت که بعد از رهایی 400 یا 400 چند نفر از طالبا قطعا ما به یک صلح و ثبات دائمی یا حداقل به یک صلح و ثبات نسبی می رسیدیم، این اجازه را ملت برای رئیس جمهور می داد که ما برای ما صلح اولویتش بیشتر است. اما چون وضعیت کاملا مبهم است، وضعیت کاملا نامعلوم است، به می خاطر مردم هیچ باورمند به این نیست که ما 5000 نکه تمام زندانی های طالب را رها بکنیم با یک صلح و ثبات برسیم. به این خاطر است که مردم متاسفانه به این پروسه بی‌باور است. این پروسه از بیرون سازماندهی میشه، این پروسه در راستای منافع کشورهای بیرونی سازماندهی شده است. ډیر زیات مننه کوم درنو میلمنو. لنډه د مل رو درنو لیدونکو تر دمی وروسته بیا هم خپل باسته دوام ورکوم او درنه میلمنه را سره دی بیا هم را ګرځو. سلام بیا هم تاسو ښه راغلاست. ویمه د سولې مشورتي جرګې په اړوندو مسایلو باندې بیا هم خپل بحث ته دوام ورکوم. له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی زمانګل دهاتي د سولې او پراختیا سازمان رئیس له آلمان څخه، ښاغلی عزیز رفیع د مدني ټولنو د فدرېشن یا د مجتمعي رئیس له پلازمینې کابل، او ښاغلی محمد علي اخلاقي د ولسي جرګې غړی له کابل څخه. درنو میلمنو سلام بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست. ویمه ښاغلی رفیع، اوس مهال که تاسو ته راوګرځم، دغه جرګه جوړېدونکې ده، ولو که قانون کې ځای لري یا نه لري، اجرایي صلاحیت لري یا نه لري، خو موږ تاسې پایلې د دغه جرګې څنګه ارزیابي کولی شو؟ که چیرته ولس دوی ته برخلاف د ولسمشر غني د غوښتنو مشوره ورکوي یا هم د دغو طالب زندانیانو د نه خوشې کېدو خبره کوي، دغه بهیر څومره ځنډنی کولی شي ستاسې په نظر؟ به نظر من که بحث چگونگی عملکرد این جرگه از قبل تعیین شده است، یعنی رأی مخالف در اینجا اکثریت نخواهد داد، چنانچه در جلسه قبلی هم بنابر وفق مراد دولت جرگه پاسخ گفته بود. ما باور ما این است که پاسخ مثبت خواهد گرفت و مشروعیتش به اصطلاح رئیس جمهور استفاده خواهد کرد برای کارهای اجرایی خودش و صلاحیت‌های خودش. اما آنچه که به عنوان یک سوال همیشه
پیش مردم باقی خواهد ماند و در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شدی است که آیا این تصمیم برای صلح کمک خواهد کرد یا برای تشدید جنگ در منطقه و به خصوص در افغانستان. سوالی که باید هر کس و هر افغان و هر شهروندی کشور بارها از خودش بپرسه که آیا ما به طرف یک صلح در حرکت هستیم یا به طرف یک جریان تشدید یافته خشونت در افغانستان با رهایی بیشتر از 5000 نفر از ارتش جنگی طالبان. سوالی که باید جرگه به او پاسخ بده و رئیس جمهور باید تصمیم نهایی خود را به اساس همین سوال یا به اساس همین پرسش باید بگیره. بله. بس چگونگی مشروعیتش به هیچ وجه نه پارلمان افغانستان میتونه این مشروعیت بده و نه جرگه و نه هیچ مرجع دیگر. تنها بله خب بیا دقیقا میلیونون افغانی چه مصرف وانده رسیگی چه فکر کوی چه یوازی داده ولسمشر غنی ده شخصی اهداف و پموخه دی؟ البته اینجا سه تا مسئله است برای مسائل. یکی زمان خریدن و زمان فروختن است، چنانچه هم انتخابات پیش روی امریکا مطرح است، هم چگونگی صفگیری یا به اصطلاح صفبندی جدید منطقوی مطرح است و هم بحث چگونگی تداوم نظام سیاسی در افغانستان. با این سه بحث شما وقتی به اصطلاح سوال پیشترتان مطرح میکنین بسیار به وضاحت فهمیده میشه که طرف ها به خاطر گرفتن و پیدا کردن وقت و یا کشتن وقت و یا خریدن وقت فکر میکنن، نه به خاطر منافع اولیای افغانستان و به خاطر نجات قربانیان. ببینین در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه یک پروسی بسیار جالب در مورد جانیان به اصطلاح جنایی وجود داشت، یا کسانی که انسانها را میکشتن وقتی اینا به اعدام محکوم میشدن اعلیحضرت تنها همو خانواده قربانی را میخواست و با اونا مشوره میکرد که آیا شما این نفر را میبخشین؟ آیا شما از حقتان تیر هستین یا نه؟ اگر اینا تیر میبودن پادشاه صلاحیت عفو هم داشت و صلاحیت تخفیف مجازات هم داشت. اما اگر اینا میگفتن که نه ما نمیبخشیم، دیگر شاه صلاحیت نداشت که تصمیم بگیره، هرچند در یک شاهی مطلقه زندگی میکردیم. متاسفانه تجربه بسیار خوب گذشته ما امروز هیچ عملی نمیشه که ما به قربانیان جنگ رجوع کنیم و از قربانیان جنگ بپرسیم که آیا اینا قابل بخشیدن هستن یا نه، چون کسانی که متضرر هستند در این پروسه قربانیان هستند، نه کسایی که در لویه جرگه اضطراری میان یا در لویه جرگه مشورتی میان یا در درون پارلمان افغانستان هستند. اینا بیشتر کسانی هستند که به ناز نعمت رسیده هستند و دستشان با امکانات دولت مساوی شریک است و متاسفانه از خون مردم حیف و میل میکنند. من باور من این است که اگر قرار است عدالت صورت بگیره و به قول رئیس جمهور عدالت سیدنا عمری صورت بگیره، بسیار خوب است که به قربانیان جنگ رجوع شود و مردم کسانی که قربانی هستند مشوره شود، نه کسانی که در ناز و نعمت و چور و چپاول و حیف و میل دارایی های آمه و بازی با سرنوشت ملت سهیم است. من نکامه خاقل دهاتی که تاسو تر وگر زموس محل دغ لاره غوره شویده، آیا حل لاره چه که دلشی که چیر تا دغ جرگه تر سره کیگی هم لنیوکو سره مخامخ وی تیره ده سول مشورتی جرگه هم منگو تاسو ولی دل چه ده میلی والی حکومت اجرای رئیس ده حکومت نیمه برخه جوره ولی دوی پا که گردون و نکو، اما نن راست دغ جرگه جوریگی خاقل عبدالله چه ده مصالحی علی شورا رئیس ده دوی وای چه دغ جرگه گټوره تمامی دلشی او خپل ملاتړ ترې سرګند کړی، ځکه چې د ځینو خنډونو په هواری کې وای مرسته به وکړي. آیا دغه مرسته موږ او تاسې به محسوس کړی شو یا دا چې نه؟ زما باور دا دی چې دا لویه جرګه، البته تر تېرو لویې جرګې یو تفاوت یې دا دی پکې چې هغه سیاسیون چې په هغې وخت کې مخالف و ګډون یې ونه کوي، دا ځل دا دی چې عبدالله دغونه رهبري د نوی اجمان استازی توب کوي، دوی آماده دی چې په دې کې ګډون وکړي، یعنی لږ به دې ګډون سطح تر وبل هغه نه پراخه وي، دا معلومي. دومه خبره دا ده چې دا لویه جرګه به د تېرې لویې جرګې په شان حتماً رهبري کوي، او زما باور دی چې د دولت نظر به د دغو جرګې له پرېکړې نه بالاخره رامنځته کی. زما باور دا دی چې د څلور سوه تنه دا خلاصي، ولې یوه بله مسله د دې سره پر اړخ
هغه څه چې افغاني لوری باید په ډیر نږدې کې د دې خلاصون نه مذاکراتو ته ولاړ شي. زما باور دی چې څو مهم مسایل برای جمهور له دغې جرګې سره مطرح کړي چې بیا د میز په سر په مذاکره کې دای هم د نړۍ یو پشتوانه ولري او هم دنیا او نړۍ ته ووایي چې دا غوښتنه تنها د ما یا د ارګ یا د دولت نه وه، بلکې دا د دو یوې ډېرې لویې برخې د ملت غوښتنه وه چې باید مطرح شي. بله، خو دغه جرګې ته په کتو سره چې په تېر کې ترسره شوله، ښاغلی د هاتی انګېرنه څه کېدلی شي چې یعنې څومره به دلته په ملي روحیې په ملي فکر دغه جرګه رابللی کېږي او رښتیا هم د ملت اراده به تمثیلوي؟ دا چې اجرایي بڼه لري که نه لري، قانون کې ځای لري که نه لري، دا ترسره کېږي؟ نه، زما باور دی چې دغه د جرګې غړي هغه 3200 مغه پخوانی غړي دي چې هغه اصلا انتصاب شول. داسې افراد وو چې د والد اعتماد وړ وو، د هغه د اعتماد وړ وو، او داودزی هلته پیسې ولېږلې او دا یې وکړل، ټول معلومه ده. ولې دا ځل به یو تعداد نور دغه د تنظیمونو مشران او د ګوندونو او د نور په دې کې وي. یعنی دا د ملت هغه منتخب استازي نه دي لکه چې موږ ورته معتقد یو، یا خپله در پارلمان د اخلاقي صاحب خواته د دیوال وي، دوی د ډېر مشروعیت نه برخورداره نه دي. هغه اړخ یې اوس مطرح نه دی چې په دا د ملت نمایندګان دي. دلته یو فورم تعریف شوی، رئیس جمهور په 900 لکو رای راغلی، ولی جمهور رئیس دی. د پارلمان انتخابات ډېر د ابتضاح سره مخ و، ولی اوس یو پارلمان دی. دا لویه جرګه به هم داسې یو شی وي، په برخه یې که بحث وشي بیا ډېر سوالونه نور راپورته کوي چې بیا هیڅ نوه مشروعیت دو اړخ ته نه پاتې کېږي. ولی اوس جمهور رئیس پر دې مسله باندې ولاړ دی چې دی وایي زه پارلمان لرم او دا د ولس استازو لویه جرګه دایره شوه، دومره خلک پکې راټول شول او ما ته یې دغه مشورې راکړې چې سبا ته به په مذاکره د نظام ساتنه داسې مطرح کوي، د مسلحو قوتونه به داسې مطرح کوي. یعنی هغه د چې دوی ډېره رواج کړې ده چې نقشه یې راه را کنه، دی غواړي چې په شروع کې نه تنها د بندیانو خبره، بلکې د آینده مذاکراتو دپاره هم معینه د خپلو طرحو او نظریاتو دپاره یو پشتوانه رامنځته کړي او بیا دا پشتوانه چې ملي ګڼل کړي د طالب په مقابل کې، د خارجانو په مقابل کې له دې نه معینه استفاده وکړی شي. مننه کوم ښاغلی دهاتی. ښاغلی اخلاقي، اوسمهال که چیرته ملي شورا ته راوګرځو، ملي شورا څومره کولی شي؟ ځکه چې دلته د ولس استازي راټول شوي دي. آیا ولسونه که چیرته موافق نه وي، نو استازي یې تر کومې کچې پورې موږ او تاسې موافق بللی شو چې جرګه به راوغوښتلی شي، مشوره به واخیستلی شي، دا چې عمل پرې کېږي یا نه کېږي؟ موږ او تاسې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشورتي جرګې شاهدان هم وو چې جرګې یو څه پرېکړه وکړله، اما دوی چې کوم تصمیم نیولی و هغه یې اعمال کړ. آیا اوسمهال څه توپیر لیدلی کېږي او څه ضمانت دلته وجود لري ستاسې په اند که دغه جرګه راغوښتلی کېږي هم، نو لبیک به ویل کېږي پرېکړې لپاره یو بالاخره هماغسې ګام به پورته کېږي؟ ببینید، نکته جالب را شما اشاره کردین. در زمانی که جناب حامد کرزی لویه جرګه را دایر کرد در رابطه با بحث همکاری آمریکا و پایگاه هایی که میخواست در افغانستان، با این که در لویه جرګه یک چیز دیگه میخواست، اما رئیس جمهوری او زمان مخالفت کرد. با این دلیلش بریز است که معمولا جرگه های مشورتی هیچ پشتوانه قانونی نداره و عمدتا در راستای منافع شخصی که میخواید برگزار بکنه. اما طور که جناب دیاتی شایب هم اشاره کردن، اول که در لوی جرگه معمولا اون نماینده های واقعی مردم کمتر شاید حضور پیدا بکنه و بیشتر هم انتصابی است، چی از طرف دارالانشایی که مشخص میشه، چی از طرف والی صاحب ها مثال ذالک. لذا چیزی که در اینجا مهم است، ما فکر میکنیم که بحث منافع خود رئیس جمهور است. یکی این که اگر جناب رئیس جمهور بخواید که 400 نفر 400 چند نفر بخواید آزاد بکنه، میخواید که از دوی جرگم یک موافقه بگیره تا فردا مسئولیت را تنها خودش به عهده نداشته باشه و این مسئولیت بیفته و دوش کسانی که با آنان نماینده مردم در جرگه شرکت میکنه. یک بحث است. بحث دوم، با جمع کردن 1000 نفر یا 2000 نفر به یک نحوی رئیس جمهور میخواید که یک پشتوانه مردمی دوباره برای خود داشته باشه و
برای مردم حرف برای گفتن داشته باشه که ما در این مسائل مهم با مردم مشوره کردیم. لذا این جرگه ها و این نشست ها بیشتر در راستای اهداف است که مشخص شده است و احتمالاً بحثی آزادی 400 نفر زندانی یا 500 نفر زندانی هم شاید نباشه، بحثی ادامه نظام باشه، بحثی ای که رئیس جمهور میگه اگر ما بریم به سمت گفتگوهای بین افغانی بحث جمهوریت، اینجا بحث نظام جمهوریت مطرح هست و ای چی خواهد شد. قطعاً در این راستا هم اهداف را خواهد داشت که در این جرگه قرار جناب رئیس جمهور اوس مهال که چیرته جرګه نه راغوښتلی کیدلی، ستاسو په نظر بدیل اړخ څه کیدلی شو چې باید څه شوي وی تر څو رښتیا هم دغه زندانیانو په اړوند پریکړه شوي وی او بالاخره لنډو کې بین الافغاني مذاکراتو ته موږ تاسې داخل شوي وی؟ خب متاسفانه در اینجا ابهامی وجود داره. اول اینکه وقتی حکومت با طالبا بر اساس توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبا به انجام رسید بحث آزادی 5000 نفر زندانی مطرح میشه، از اول باید مشخص میشد که 5000 نفر کیا هست تا فعلا به این بنبست نمیرسید. باید از اول حرف اساسی و اصلی از اول گفته میشد که 5000 نفر فقط کسانی باشه که در صلاحیت رئیس جمهور و حکومت افغانستان است. از ابتدا در یک رای نامعلوم حرکت کردند که فعلا به بنبست رسیده است. یک بحث. بحث دوم جامعه جهانی که حمایت میکنه و یک قدر به دنبال مجازات ناقضین حقوق بشر و امثال ذالک است. حکومت باید به صورت مشخص کسانی را که طالبان میخواید اونا رها شوه اینا رو معرفی کنه، بر از اونا که اینا دوسیه هایش به چی صورت هست و اونا رو قناعت بده. در صورتی که این کسایی که طالبان میخواه آزاد شوه اینا جانیانی مثلا حقوق بشری هست، باید حمایت جامعه جهانی و کشورهای دیگر هم بگیره که اینا باید به مجازات برسه. اگر در غیر از اون میتونه حکومت افغانستان هم این رو آزاد بکنه. و نکته سوم این است که خوب حکومت افغانستان مشخص بکنه که 400 چند نفر آیا اینا داخلی هستند، خارجی هستند، دوسیه بس چی صورت از باید برای مردم واضح و روشن بسازن. لذا یک کاملا در یک حالت ابهام به سر برده میشه و مشخص هم نیست که پشت پرده ممکنه که چی برنامه هایی باشه و چی گفای روان. من نکم خغلی رفی اوس محل که تاس خواه آورم که حکومت لولس خن نظریات غاری نو دغه مشورتی جرگه هم په همدی مخره غوښتلی کیږي، هم تر نیوکو لاندې راځي، او که چیرته په دغه راز جرګو کې یا له ولسونو سره خبرې نه ترسره کیږي هم پرې نیوکې کیږي چې ولس د سولې له خبرو څخه لرې ساتلی شوی دی او باید ولس په دې کې ګډون ولري. څه فکر کوي چې له دغه وضعیت څخه د وتو حل لاره به څه وه که دغه جرګه نه وای راغوښتل شوی؟ ببینین ما بازم میگم که حتی اگر این جرگه ایجاد شوه و دایر شوه مشروعیت قانونی نداره، در قانون اساسی افغانستان تسجیل نشده. به اون لحاظ هر فیصله را که انجام بده یک فیصله مشورتی خواهد بود و هیچ نوع مسئولیت را نمیتونه داینده از صلاحیت های اجرایی رئیس جمهور بگیره. چون هر کاری را که رئیس جمهور فیصله بکنه حتی اگر بنا بر مشوری جرگه باشه بازم صلاحیت خودش است که استفاده میکنه. یک مسئله. مسئله دیگه این است که در مجموع مشوره بسیار کار خوب است، کار نیک است. ما به هیچ وجه خلاف مشوره نیستیم. اما مشوره با نماینده های خودی به نتیجه نمیرسه. با کسی که به اصطلاح عوام ما بلیگویا نستن نمیشه. باید با کسان مشوره شوه که اونا درد ملت دارن. اونا قربانی جنگ 50 ساله در افغانستان هستن. اونا قربانیان مستقیم جنگ 50 ساله در افغانستان هستن. ما به شما اطمینان میتونم که حکومت افغانستان تا به حال لست دقیق را از قربانیان 15 جنگ گذشته افغانستان ندارم و اگر لست داره حتی یک مرتبه هم نه رئیس جمهور افغانستان، نه وزیر عدلی افغانستان، نه قاضی القضات افغانستان، نه مقامات سارنواری افغانستان با اینا دیدن نکرد و از حال دل اینا چیز را به عنوان بحث خواستشان یا عدالتشان نتانستن بگیرن. به اون لحاظ اگر قرار باشه، تکرار میکنم که اگر قرار باشه بحثی در مورد مشروعیت
اگر قرار باشه که اینا مشوره بکنن با مردم افغانستان، باید این مشوره با قربانیان جنگ صورت بگیره، چون اگر قربانیان جنگ راضی نباشند، در واقع امر دیگر را از قربانیان نه وکالت میتونن و نه نیابت میتونن. بله خب، اوس مهال غوښتنه څه کیدلی شي له تا ول حکومت څخه چې دغه جرګه یې رابللې ده، آیا هماغه کسان چې په تېرې جرګې کې ول دوی چې کومه پرېکړې کوي دا به ټولو ولسونو ته قابل د قبول وي یا دا چې نه باید په دې کې بدلون راغلی وی؟ من بازم میگم که هیچ نوع الزام در مشروعیت گرفتن یا مشروعیت دادن صلاحیت های اجرایی رئیس جمهور به این جرگه بر نمیگرده. این جرگه یک جرگه مشورتی است، بله میتونه برای جمهور مشوره بده، اما وظیفه رئیس جمهور تصمیم گرفتن نهایی است و او صلاحیت خودش است، یعنی صلاحیت اجرایی از خودش است، از آن خودش است. به هیچ وجه او صلاحیت اجرایی خود مرجع به اینجا داده نمیتونه، یعنی مرجع از اینجا نمیتونه بگیره، چون صلاحیت اجرایی از خودش است و به حکم قانون اساسی افغانستان صلاحیت داره. ولی مشوره خوب است، مشوره بسیار درست است. خوب است که این مشوره با قربانیان جنگ صورت بگیره، با قربانیان کشتار بی‌رحمانه طرفین جنگی در افغانستان صورت بگیره، کسانی که در جنگ 50 ساله افغانستان دخیل بودند و از مردم افغانستان قربانی گرفتند. یک بحث. بحث دیگه این است که کدام فیصله واقعا میتونه فیصله مفید به نفع افغانستان باشه؟ این نه تنها صلاحیت جرگه است، نه صلاحیت پارلمان افغانستان، بلکه صلاحیت یک شورای مشورتی است که در او قانون برای جنگ و صلح افغانستان و چگونگی پرداختن به مصائب جنگ در افغانستان و قربانیان جنگ تدوین شود. تا زمانی که ما یک قانون را بر جنگ، تعریف صلح در افغانستان، تعریف قربانی جنگ در افغانستان و تعریف پرداختن یا التیام قربانیان جنگ در افغانستان نسازیم، ناممکن است به یک صلح برسیم، ناممکن است به یک نتیجه محسوس برسیم. ما نیاز به یک استراتژی جنگ و صلح در افغانستان هستیم داریم و محتاج یک قانون برای صلح افغانستان هستیم که در جریان صلح چه چیزهایی باید به عنوان مواد قانون مطرح شود، در نظارت پروسه صلح چه چیزهایی مطرح شود و در پسا جنگ، یعنی در التیام دردهای قربانیان چی کارهایی باید صورت بگیرد. این قانون باید تدوین شود و این یک شورای مشورتی عدلی دولت افغانستان و جامعه مدنی افغانستان، هیئت و اکادمیشن ها و اکادمی علوم افغانستان و شمول مراجع عدلی و قضایی افغانستان و پارلمان افغانستان باید این را تدوین بکن. من نکومه بیا هم را گرزم آقاقل دهاتی اوس محال که دیگه جرگی ده مصارف و پاره هم لطاس خواهورند دا چه پتیرو که هم لنیوک و سر مخامخ شوی و اوس هم نیوک پر هم دیده چه جرگی پیسې د باید په نورو برخو باندې لګول شوی وی، ځکه چې لا هم له کرونا ویروس سره په مبارزې کې استو ډیر خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. آیا د دغه جرګې د مدیریت په اړوند به څومره رښتیا هم حکومت له تیر څخه درس اخیستی وي او په لږو پیسو لږو مصارفو به دغه جرګه ترسره کړي؟ متاسفانه یو اړخ چې د اندېښنې و یادونې وړ دی همدا دی چې په دغه حالت کې چې موږ خپل جمهور رئیس جمهور وایي چې 90% تحت فقر یو، دروازه عاید یې $2 دی. په دغه شرایطو کې همدا ډول دغونه وروسته د کرونا اوس ویلی یو، یعنی موږ په یو بده اقتصادي حالت کې قرار لرو او دغه جرګه چې یقینا هم لوجستیکي برخې یې چې د هغې ځای نه انتقال دی، بیا دلته ساتنه یې ده، ډوډۍ یې ده، ځای دی، بستره یې ده، د مصارفو ورکړه یې ده، امنیتی مصارف دی، یقینا هم دا په دغو خاص شرایطو کې چې موږ د دې مشکل سره مخ یو دا د اندېښنې وړ خبره ده، د تشویش وړ خبره ده. ولې یو اړخ یې که بل طرف ته وګورو هغه دا دی چې که چیرې په دې کې دومره مهمې او لویې پرېکړې وشي او ګنډه خلاصه کړی شي چې د افغانستان ملي امنیت ته سولې ته د راوستنې او د اساسي حقوقو د خلکو او د مینې او د مړینې او مرګ نه په دې کې جلوګیري کیدی شي، نو بیا دا یو تسلیت دی چې ګویا دا په دې باندې ارزي چې دا کار وشي. تیر دور ته په کتو ته خو هغه یو عکس العملي هغه وه جرګه وه او دورې باید د دې د پرېکړو نه رامعلومه شي چې آیا د دې پرېکړې په دې ارزي دي چې په دغه وخت کې فقر و بیچارګي و نور د مصارفو دوی باندې وشي. ډېره زیاته مننه کوم.
کور مودان درنو میلمنو د تخنیکی همکاران شرکوي چې وخت مو پای ته رسیدلې ډیره زیاته مننه چې لمک سره مو برخه واخیستله او خپل نظریات مو سره شریک کړل. درنو لیدونکو زموږ د نن شپې بحث هم په همدې سره پای ته رسیدله. ملتیا مو منندو یم. پاتې وخت مو په خیر.